ببین بوز کوهی را برعکس کشتن، یعنی یوز استفاده میکنن شکار براشون میومد. یه بوم شکاره، نشون میده که در حال شکار جوز هست، هم انسان و هم گربستان. بسیار عالی. شطور هم دارین دو کوهان چه اینجا نشون میده مسیری کار ما رو. این شطوره؟ بله. به این صورت که مشاهده میکنید این بوم چندین دوره کار شده. یه عرابه یا جردونه داشتیم که خیلی شبیه جردونه هخامنشی، حتی شبیه مهر داریوش، شبیه مهر داریوش قطعی نمیتونیم بگویم. سفینه هست که میگن این انسان قد کوتاهه، قد کوتاه بودنش یکی دلایلشه، دوم گوشای پهن و بزرگی که داره، سر مثلثی که داره و پنجه های بزرگی که داشته، فرازمینی ها بودن که اینجا دیگه در آرزوی پرواز و سفر به کرات دیگه بودن. اینا رو ما بهشون میگیم کاپ مارکا یا فنجان نماها. کهکشان رای شیری اینجا داریم. همینجا؟ آره، بیت نشون. ولی واقعا نمیتونم بگم الان مثلا چه جوری اینو میخوام بگم کهکشان. الان اینو مثلا این کهکشان رای شیریه. با چه تفسیری؟ با تعداد ستاره. آی وای آی انگلیسی یا نماد همای سعادت. این نمونه هایی که به این صورت کار شده و بومکاری داره یا ساخت زمینه داره مربوط به دوره ساسانیه. الان در روستای قرقاب هستیم آقای مجید. بله، در روستای قرقاب هستیم، در گلپایگان. در گلپایگان ورودی سنگ نگاره های چند هزار ساله. این بوم هر جای دنیا بودم میلیاردها دلار سالیانه ازش پول در می‌آوردن. ولی خب اینجا رها شده متأسفانه و می‌بینید حتی انسان‌هایی که میان کنارش یادگاری می‌نویسن، اتفاقای دیگه هم افتاده. یه عرابه رو داریم می‌بینیم با اسب. این عرابه‌ای که شما اینجا می‌بینید دیگه بعد دوره هخامنشی ما این عرابه رو نداشت. یعنی ته قدمتش میشه هخامنشی. یه سری قدمت ها رو اینجوری میان میزنی، منتهاش این عرابه به دو تا اسب بسته شده. یه اسب چهار تا دست، چهار تا پا، دو تا دم و دو تا سر. این عرابه بسته شده، انسان نشسته روش با کمانش داره این بوز کوهی رو میزنه. حالا یه پویا نمایی هم ایجاد شده، اینه که قبل از این تیره رها شده ولی دوباره پشت سرش اومده تکرار کرده، تیر دیگه تو چله کمانش آماده داشته تکرارش کرده و اینم تیردانش که تیراش داخلش گذاشته. اتفاق بعدی مهمی که اینجا داریم این نقشیه که اینجا داریم. دو تا انسان باز اینجا گلاویز شدن میبینی؟ بله. خب و دارن با هم کشتی میگیرن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این زمین بازیشون بوده، رینگشون بوده. خب که حالا دکتر ناصری فرد که میگه بوکس، میگه این رینگه، چون مانند رینگه من میگم بوکسه. خب این صحبهی بوده که داخلش داشتن کشتی میگرفتن. اتفاق بعدی این مهمه، انسانیه که روی بلندی استاده مثل نردمون پله داشته اومده بالا، دستش گرفته بالا، اینا از اونجا اومدن بیرون. یعنی بازی اینجا تمومه، باید برگردی تو زمینتون بازی کنی. دستاش اینجا جفته، دستاش گرفته بالا، بازی رو چیز کرده که اینا برگردن بیان تو زمین کشتیشون چیز کن. این میتونه یه اتفاق بزرگ باشه برای کشتی ایران، ولی خب همینجوری رها شد. این یه نقش
یه دسته گوزن زرد داریم. این نشان از این داره ما گوزن زرد اینجا زیاد تکشه. بین 5 تا 6 هزار سال پیش این منطقه کلا جنگلی بوده و گوزن زرد اینجا زیست میکرده و رودخانه‌ای که پر آب بوده و نی داشته اینا میرفتن تو نی و گل و زندگیشون میکرد. اینا هی به مرور زمان از بین رفته. اون انسانه با کمانش اومده یه جوری مبالغه انجام داده، اغراق کرده، کمانش ها بزرگ کشیده، نزدیک به گوزن زرد کشیده، خودش ها کوچیک‌تر کشیده نسبت به گوزن زرد ها، که داشته میگفته تو این منطقه اینقدر تعداد زیاده تو کمانت رها کنی بالاخره به یکیشون میخوره و راحت میتونی شکارش کنی. به غیر از اون کمانی که داشته یه وسیله شکار دیگه هم داشته که این گوزنه است که میبینید با تناب پرتاب کرده و دستاشو بسته. این تناب رو پرتاب کرده و دستاشو بسته. شاید هم تله بوده ها؟ شاید هم تله بوده. آره. ولی چون تناب جدا شده ازش پیچیده و جدا شده، یه چیزی ازش جدا شده، تناب بوده. دیدن این انسان قد کوتاهه، قد کوتاه بودنش یکی از دلایلشه. دوم گوشای پهن و بزرگی که داره، سر مثلثی که داره و پنجه های بزرگی که داشته، فرازمینی ها بودن که اینجا دیگه در آرزوی پرواز و سفر به کرات دیگه بودن. خب شاید یه مراسم مذهبی بوده، پری چیزی گذاشته سرش یا همچی دقیقا. چیزی دقیقا. یا اصلا ممکنه کلاهش بود. دست شمشیره؟ دست شمشیره؟ یه نیزه است دستش. آره اون طرفش هم کمان داره، میبینی اینم کمانش، تیرم داخل کمانش. اینجا دیگه اون بوزه پیره رو نشون نمیده. اینجا داره فراوانی آو میگه، شاخو به اغراق بزرگ میکشتن، رودخانه پرآب داشته نشون میده. حالا در کنار رودخانه پرآبه اومده این اردکار هم کشیده، مرغاویه رو کشیده، به پاهاشون رو نمیدیده، اومده رو آبشون رو کشیده، مرغاویه اردکی که روی آب قرار میگرفتن. و اون بحث زایندگی و فراوانی نعمت و این نقش هم، این کتیبه هم احتمال زیاد میدیم که تو دوره باشه که دامپروری و کشاورزی و اینا واسه ما داشته باشیم و این بوم ها کشیدن وجود داشته. اینجا میریم جلوتر. این توپله؟ نه روبروش. این جوجه تیغیه. جوجه تیغیه. آره. این یکی از زیباترین بوم هاست. کمان هخامنشی. نوع پوشش هخامنش با کمانش داره گورخر ایرانی را بزنه. گور ایرانیه، بدن رو ببینی. خب با نیزه داره بز کوهی را میزنه. یوزی که رفته بز کوهی را برای انسانی که آورده. نگاه کنید، بز برعکس کشیده، شاخاش رو زمینه، پاهاش افتاده و دستاش افتاده، یعنی شکار شد. یوز از پشت گرفته به دندان او خوردنش. برای این شکار چی گفته؟ این کار من نبوده، کار این شکار. شطر دو کوهان که اینجا میبینید، البته این جهاز روی جهاز شطر روی شد. شیری که اینجا میبینید، انسان از سواری که اینجا میبینید. من همه قدمت و زندگی و اینا رو میگم بریزید دور. آقا طرف اومده با این یه چه نقشی رو اینجا کشیده. با نقشه دیگه کلن فرق بود، چون میخواسته ظرافت بدن خانومه رو درشه. یعنی خط کشیده اومده آناتومی بدن رو دوره کشیده، بعد اومده توش خط کشیده که ظریف باشه. این خیلی ببین چقدر ارزش بود. یعنی با اونا که اومدن کوبشی و پیکسلی و اومدن خط ایجاد کردن، نقشه رو بررسی کردن، داخل حفره کشیدن، اصلا کنار رفته و این خطی ایجاد شد. این یه مراسم آیینی و مذهبیه که اینجا اتفاق افتاده. یه انسان سوار اسب، قد انسان خیلی بزرگ و چیز کشید، با وقار کشیدندش، نشان از این داره که یه آدم مهمی بوده. سوار اسب و این اسب داره یورتمه میره. گردن اسب و دم اسب همین الان تو حرکات نمایشی اسب سواری، مسابقات اسب سواری، یکی از کهن‌آورترین امتیازاته. اسب خودش دمش رو جمع میکنه، گردن اسب و دم توی یه راسته قرار و اسب یورتمه میره. یه حرکت نمایش. اینجا نشان از این داشته که
یه اتفاق خوب افتاده، مثلا جنگی را موفق شدن، یه مراسم آیینی مذهبی بوده، عروسی بوده، یه اتفاقی افتاده، اینا دارن شادی میکنن. یه سری نمادها داریم مثل اینا، دوباره اینا جزء هموناست که هنوز کش نشده، ولی تقریبا به این نتیجه رسیدیم چون تو دره‌های مختلف این نمادها فرق میکنه. قلمرو و حکومت هر کسی با این نمادها پرچمشون بوده، نشون میدادن که مثلا قلمرو ما اینجاست. این هم همون قوچه است. و بریم یه دونه کفتار خالخال ببینیم که دیگه تو ایران نیست و نیست واقعا. کفتار خالخال دیگه نداریم ما، کفتارهایی که داریم راه راه تو ایران. آی وای آی انگلیسی یا نماد همای سعادت. دو سه تا گروه ترک داشتم فعلا اومدم فقط به خاطر این نماده بود. میگن برای ما این نماده. خب داستان چیه؟ ورودی دانشگاه تهران که میری، سردر دانشگاه تهران چه؟ بله شبیه اونه، همون همایه. ما اومدیم رفتیم بررسی کردیم دیدیم که خانوما تو ایل قشقایی میان تمغا میزنن رو دستشون اینجا یا تو چونه هاشون، خالکوبی میکنن، یه چه نمادی رو پیاده میکنن. رفتیم پرسیدیم گفتیم داستان چیه؟ گفت آقا برام خوشبختی میاره، مامان بزرگم میزده و اینا. رفتیم باز بررسی کردیم دیدیم همین سریال طغرلی که الان داره جم میذاردش، خب کایی بزرگ عثمانی که میاد کشورگشایی کنه و اینا، یه پرچمی داره همینه، پرچم کایی بزرگ همینه. خب و خاطر همین ترکا میگفتن که این برای ما اتفاق افتاده، اومردمشون اینجا. در حقیقت انسان‌هایی که همین الان ایل بختیاریامون بزرگی اگر ازشون فوت کنه سمت راست بالا این نمادا میزنه. خب چه اتفاقی افتاده؟ میگن اینجا آدمایی که اینجا زیست میکردن آدمای سعادتمند و خوشبختی بودن، کسایی که دارن وارد دانشگاه تهران میشن دارن راه سعادت و خوشبختی را طی میکنن. کاییو بزرگ میگه من دارم کشورگشایی میکنم، بیاد به من بپیوند، تمتون سعادتمند و خوشبخت کن. یعنی نماد همای سعادت شده، تو دنیا معروف شده، خیلی هم روش کار شده. یکی از نمادهایی است که ما تونستیم تفسیرش کنیم و به نتیجه برسیم که چیه. یه نماد خیلی قدیمی تری داریم اینجا، شکل دیگه، که یه شیر دومشه، پاهاشه، دستشه، که اینم باز بین 6 تا 7000 سال پیشه. تمام صخره‌هایی که ما اینجا داشتیم به صورت کمینگاهی یا شکارگاهی بوده که تو طول زمان همه ریخته و شکسته شد. معنی کتیبه رو براتون بگم، دستور داد به ساخت رباط، همون قلعه سابق الدوله علی ابن موسی که خدا بیامرزه پدر و مادرش و جمیع مسلمین را. تاریخش هم اینجا زده سنه 532 هجری قمری. سنه یعنی هجری قمری. اسنا و الخمسین مع 532 1447 میشه چند سال پیش؟ 532؟ آره تقریبا 1500 سال، 1600 سال این نقش کشیده شده. این یکی از خطای عربی که 1000 سال پیش کشیده شده، این یعنی قدمت 1000 ساله داره. بله بله، یعنی درس گفتارش رو که گوش میکردم گفتش اسمش اینجا نوشته، شهریار نوشته، به خط پهلوی اینجا اسمش نوشته. یه کتیبه دیگه هم بزرگ اینجا داشتیم، سنگ برش داده شد، دزدیده شد، بعد پیدا شد. بابا کجا پیدا شد؟ حالا داستان‌های داره تو میراث فرهنگی گلپایگان نگهداری. آره میگه سه چیز را پاس بدار: راغ خاک، دریای آب، آتش هیزم. با همین خط نوشته. چه ارزشمند. الان تو یه گلپایگان. آره تو میراث فرهنگی گلپایگان شو. آره سفینه نه بابا نقشه گنجه. من خودم به شخصی باید من میگم سعی هم نگاه ترجیحاً ساینس باشه. پوارو رو دیدید تو این استا این کرده تفسیر گنج اینا میکنه؟ نه آخه من دنبالش نیستم. آخه نه یه ماها به واسطه اینجا ما پیداش کردیم و اینا اومده این همین نقش رو فرستادم براش، اومده تفسیر گنج کرد. در صورتی که این اصلا نقش استیلیز شده بز کوهیه روی تپه سیال که سیال که دو کاشر هم داره. به جای دو تا دست یه دست، به جای دو تا پا یه پا، یه دونه شاخه، یه دونه شاخ بزرگ کشیده. دلیل داشته، نماد شده، وسطش روشن کرده، زایدگی ایجاد کرده وسطش. الان میخوام بهتون این که اومده گفته رودخانه پر آب و زندگی. این منطقه ای که تو این زایدگی وسطش داری میخوای زیست کنی، حیات وحش هست، شکار هست، مواد غذایی هست، به راحتی میتونی زندگی. یه منطقه خیلی خوبه.
این از اون نمادایی که روی سفال سیل که دوی کاشان هم شما اینا میتونید ببینید و دقیقا همین تفسیر شده. یعنی خیلی از نمادها رو ما اینجوری از دل تاریخ با اون سفالناها تطابق دادیم و کشتیمش و این قدیمی تر از اون هست. دوباره بریم الان سوار فلکی ببینیم نقش اون نقشی که الان دقیق اونی که تو آسمونه رو شما نمی‌بینید. چه یه خورده تغییر تحول داره. آره. بعد کشیده شه. خب صورت فلکی بکنه. اینا رو ما بهشون میگیم کاپ مارکا یا فنجان نماها. خب اصلا کتابش رو نوشتیم بهت میدم ببینی چه اتفاقی افتاده. شما یه دونه رو داری الان می‌بینی. خب وقتی تعداد زیاد می‌بینی و دونه دونه اینا رو میای تفسیر می‌کنی و می‌بینی که پس اینم به همون شبیه. خب بازم داریم کاپ مارکا. آره بازم داریم. خب کدوم سمت اونو؟ یه کوچولو دیگه کهکشان راه شیری اینجا داریم. همینجا؟ آره بیت نشون. ولی واقعا نمیتونم بگم الان مثلا چه جوری اینو می‌خوام بگم چه الان اینو مثلا این کهکشان راه شیریه. با چه تفسیری؟ با تعداد ستاره. من یه دو سه تا مقاله از دکتر اینا براتون. یه بومه که تو دوره‌های مختلف حکومت و قبیله بعدی که اومده به خاطر اینکه بگه ما برتری اومده رو نقش قبلی‌ها کشته. اتفاقی که الان میفته یه حکومت که میره میزنن قبلی‌ها رو نابود می‌کنن هر چی داشت. این گرازه اونه که یه دوره است کشیده شده. این نقش بوزمون یه دوره خیلی قدیمی‌تر در حقیقت ما می‌خوام بگیم که این نقش قدیمی‌تر نقشیه که روی این بوم گوشته و زیر همین گرازه یه بوز دیگه داشتیم. می‌بینید بدنش مونده جا اینجا. بعد نقش آهو رو داریم اینجا، نقش بوزا داریم دیگه، انسانه که حتی اومده جلوتر احساس میکنیم اسلحه داشته باشه. آره و چقدر نزدیک شده. یعنی دیگه ما اسلحه ما چند سال پیش داریم اسلحه اولین بار در ایران زمان چیز میاد صفویه 400 سال پیش. یعنی ببین از 6000 سال شما میاد میرسید به 400. یعنی تو دوره های مختلف این نقشه هی کشیده شده و تکرار شده. دراج خوبی شما خلامتی نیست در خدمت آقای دکتر اکبری یکی از باستانشناسای معروف و زحمتکش ایران هستیم. یه تعدادی بوم بزرگ تو این منطقه هست که معرف فرهنگ و هنر ایرانیه که ادامه پیدا کرده از پیش از اسلام به دوره اسلامی. ما به این صورت که مشاهده میکنید این بوم چندین دوره کار شده. دورهایی که پررنگترن مشخصه که اینا متأخرن. ما دقیقا نمیدونیم تاریخشون ولی آثاری که این اطراف پیدا شده بیشتر آثار مربوط به قرون 5 و 6 هجریه. یعنی شما میگه مثلا یه پازلی بوده کم کم پر شده. بله بله پازلی بوده که قبلی رو حذف کرده و دوباره روش هک شده. یک بوم ساخته شده اول بومو تراشیدن خطش هستش که بوم اول تراش خورده صاف شده هموار شده بعد طرح روش پیاده شده. طرح‌های قدیمی مشخصه. حتی نمونه کار حجمیشون تفاوت داره با نمونه‌های جدیدتر. این نمونه‌هایی که به این صورت کار شده و بومکاری داره یا ساخت زمینه داره مربوط به دوره ساسانیه. ما در یکی از اینا نمونه‌های از شیر داریم. شیرستان داریم، بله گربستان داریم. گربستان هم که تو منطقه اصلا دیگه وجود نداره. یا تا بوم بعدی یه نفر در حال اینکه مثل بوزینه دستش دیده میشه. این یک نفر که بوزینه ای داره. این گونه های جانوری منطقه رو نشون میده که در حال حاضر هیچ کدوم از اینا وجود نداره اینجا. این هم باز یه نوع ما اینجا چند نوع شاخ داریم تو جوز. شاخهای پیچیده چه برجشته به پشت، شاخهای مثل درخت چه مراله و این شاخهای چه کمی انحراف داره و شاخهای عمود که هر کدوم اینا یه نوع جوز است چه اسم میخواستی خودش داره. مجید داره جالب اینجاست که اشتباه نمیتونستم بکنن که مثلا مثل کاملا بیدار خواهد کنن. یعنی یه بار بعدم آقا سید
جلوشون خواهد اسبه وای نستده بکشن. یعنی یه چیزی تو ذهنه بوده. اینا مهمه. اون زمان آدم های هنرمندی بودن که تونستن اینا با زخم کردنی سنگ رو کوفتن و با اون صورت قلمی مثل امروزی نبوده. یعنی ابزارشون سنگ بوده؟ بله. اکثرش محدود به قلم بوده. اکثرش به خود سنگ هایی که درجه سختی شکر بیشتره. در ورودی یان چشمه یه عرابه یا جردونه داشتیم که خیلی شبیه جردونه هخامنشی، حتی شبیه مهر داریوش، شبیه مهر داریوش قطعی نمیتونیم بگون. و احتمال داریم که اینجا ممکنه زمان هخامنشی یا شکارگاه سلطنتی بوده یا استفاده میکردن. نیاز داشتیم به نقوشی که بیشتر درصد اطمینان رو بالا تبه. امروز رسیدیم به نقشی که هم از نظر قدمت هم نقوش با تفاوت داره و اینجا نشون میده که این حیوان بال هم داره. بالایش هخامنشی تو تصاویرش استفاده میکنه. آره بال داره. در مرز بین دو استان هستیم. دوستانی که هر کدوم مدعی هستن که مربوط به این سنگنگاره ها مربوط به استان خاصیه. نه، این سنگنگاره ها درسته در ملک و ملک یک استان و یک استان دیگه قرار دارن، ولی در حقیقت اینجا ملیه، اینجا هویت ملی ماست. ما اصل هدفمون نگهداری ایناست، نه عنوان کنیم که این مال ماست. این نگهداری باید به نسل بعدیمون برسه. جالب بود این که اینجا رو ثبت کردین. نه خب با چه هزینه ثبت کردین؟ جالب. هزینه ثبتی نقشه برداری اینجا توسط انجمن تیمره دوستانی که دارن و هزینه شخصی پول میذاریم رو هم دیگه. اتفاق بعدی که رقم میزنیم اینه که برای حفاظت اینجا بومیا و چوپونایی که تو این منطقه هستن میام یه وقتای ایدی بهشون میدیم، پول میدیم، میگم آقا حواستون به منطقه. اونا هم گزارشن اگر چیزی هست به ما میدن. یعنی کاملا این انجمن مردم نهاد شخصی خصوصی ولی خودتون داری هزینه میکنین برای یک حفظ میراث اینجا. بله.